اکنون ما یک مدل بیلیت در کامسول مانتی فیزیکس می سازیم. این یک مدل سه‌بعدی می باشد. من باید فیزیک را مشخص نمایم. زیر هیت ترانسفر، الکترومگنتیک هیتینگ، من رابطه اینداکشن هیتینگ را می یابم. من آن را با استادی فریکونسی استیشنری انجام می دهم که به این معنی است که من حل را برای میدانهای مغناطیسی در قلمرو فرکانسی انجام می دهم و برای انتقال حرارت مسئله به صورت استیشنری یا پایا حل می شود. اکنون من هندسه را تخصیص می دهم. من یک گستره ای از گزینه ها برای اختصاص هندسه دارم. من می توانم یک فایل CAD ایمپورت کنم. من می توانم از یکی از رابط های ارتباط زنده برای CAD استفاده نمایم. من می توانم از اشکال پایه یا ورک پلین ها استفاده نمایم. در اینجا من یک توالی هندسه از قبل ایجاد شده و از یک فایل وارد می کنم. توالی هندسه شامل اشکال پایه و عملگر بولین می باشد. اکنون آن را بیلد می نماییم. اجازه دهید به داخل نگاهی داشته باشیم. ما دومین هوای پیرامونی را می بینیم. ما بیلت و کویل را می بینیم. اکنون من مواد را به هندسه اختصاص می دهم. من این کار را با راست کلیک کردن روی گره Materials و باز کردن Material Browser انجام می دهم. زیر بیلت این من A را پیدا می کنم، آن را به مدل اضافه می کنم. به عنوان ماده اول به صورت پیش‌فرض به همه دومین ها اعمال می شود. من آن را در ادامه با اضافه کردن مواد دیگر برای دومین بیلت تغییر می دهم. اکنون تنها می خواهم یک رسانایی الکتریکی کوچک 1 سیمنس بر متر اضافه نمایم. این برای پایداری عددی می باشد. در ادامه من در Material Browser پایین می آیم و آیرن را می یابم.